جلسه چهارم، مبحث رشد مستمر، زمان 41 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در جلسات قبل دنبال نهادینه کردن یک روحیه در فرهنگ دینداری خودمون بودیم. در چه موضوعی؟ در موضوع رشد مستمر. دیدید یه جاهایی کار کردن جزء فرهنگشونه، یعنی ملکه شده براشون، اونا به صورت اجتماعی نه به صورت فردی. حالا ما این که میگن نهادینه بشه تو فرهنگمون، شبیه همون کلمه است که توی اخلاق میگن ملکه بشه برای فرد که راحت انجام بده. میدونید این ملکه شدن هم تو دین به عنوان یک موضوع مورد تأکیده. وقتی ثواب کار شما خیلی بالا میره که راحت اون کار رو انجام بده، معمولا راحت این کار رو انجام بده. مثلا بعضی ها نماز اول وقت میخونن با زور، خودشون به خودشون زور میگن، تلاش میکنن ولی میخونن. بعضی ها انقدر این کارو کردن یا فکر کردن یا حساب همه چیو کردن یا علاقه های مخالف نماز اول وقت خوندن از تنبلی گرفته تا هر چیز دیگر رو انقدر قلع و غم کردن تا این شده خوی اونها. ممکنه ما اسمش هم بگذاریم عادت. اگر اسمشو عادت هم بگذاریم، این ملکه رو اسمشو عادت بگذاریم، هم خیلی خوبه. عادت چیز بدی نیست. بعضی نگن آقا نماز برای ما عادت شده، این کلمه بدی نیست. عودوا انفسکم بالخیرات، نفس خودتون رو به کارهای خوب عادت بدید، بذارید عادت کنه، راحت باشه براش، راحت این کار رو انجام بده، اجرش بیشتره. معلوم میشه آقا زورش بیشتره. اونی که میگن عادت بده، که البته تو زبان و محاوره گفته شده عادت بده، تو روایات من ندیدم کسی از ائمه هدا علیه مسلم عادت بده. اون ماله اینه که بعضی وقتا یه کاری رو انسان عادت میکنه و این عادت موجب میشه که جلوی رشدش رو میگیره. یعنی دیگه مثلا با بدن خودش نماز میخونه چون عادت کرده، هیچ وقت دیگه فکر نمیکنه تو نماز، هیچ وقت حال نمیکنه از نماز. عادت خوبه برای این که آدم سقوط نمیکنه، ولی عادت اگه بنا باشه موجب بشه که آدم سقوط نکنه بده. ملکات نفسانی هم همینطور، ملکات اخلاقی هم همینطور خوب هستن برای اینکه نمیگذارن آدم سقوط بکنه، بد هستن اگه مانع صعود انسان بشن. مثلا یه کسی اخلاقا آدم مهربونیه، عادتا مهربون، ملکه شده براش، این برای اینکه سقوط نمیکنه چون عادت شده خیلی زیاد خوبیه. حتی اسلام میگه این کارو بکن عادت بشه برات. ولی برای اینکه توقف بهش بده چیز بدیه، باید از اون مهربونی به بالاتر فکر کنه حالا تو باید چیکار کنی. تو که نباید 2000 مهربون باشی، تو خصلتاً 2000 مهربون بودی، حالا باید بکنی 3000، حالا بکنی 4000. این که عادت یعنی محکم کردن اون مقدار رشد که دیگه سقوط نکنه تو فرد، خیلی عالیه، منتها نباید مانع رشد بشه. از اون طرف تو فرهنگم نهادینه باید بشه. خب ما باید یه امری رو برای خودمون، حالا اینا همش در دفاع از این کلمه نهادینه کردن، ملکه شدن و عادت کردنه، به چی باشه؟ به این باشه که
رشد مستمر رو باید به صورت فرهنگ برای خودمون در بیاریم، به تعبیر امروزی ها باید به صورت یه ملکه برای خودمون در بیاریم، باید دیگه روش فکر نکنیم، تصمیم بگیریم آیا این کارو بکنیم یا نکنیم، برنامه نریزیم که آیا ما اینجوری بشویم یا نشویم، نه دیگه اینجوری هستیم دیگه، شدیم تموم شد رفت. یه مدتی زمان میبره آدم روش کار بکنه. شاید از این جهت بگیم این بحث برای دهه محرم خوب نیست، برای 30 شب محرم زون خوبه. یعنی 30 شب آدم یه جایی بره بیاد مدام سر این فرهنگ سازی برای رشد مستمر رو فکر خودش کار بکنه، این براش کم کم انشالله ملکه بشه در مقام تذکر. حتی موضوع بحث ما این استش که رشد مستمر رو به صورت فرهنگ برای خودمون در بیاریم. فواید و برکات رشد مستمر و ضرورت رشد مستمر و آفتهایی که سر راهش هست، بعضیاش رو برشمردیم و تا به اینجا رسیدیم. امروز برخی از فواید رشد مستمر رو بهش اشاره کنیم با ضرورت اجتماعی رشد مستمر، که به عنوان یک ضرورت دیگه بهش نگاه کنیم. دیشب ما خیلی کوتاه اومده بودیم، هر کی دیشب به طور ما خورده بود شانس آورده بود، امشب نه دیگه اخلاقمون بد شده، میخوایم یه جور دیگه صحبت کنیم. دیشب میگفتیم که از سابقون اولئک المقربون، به به، اگه جزء از سابقون قرار نگیری هیچ اشکال نداره، میشه اصحاب یمین، یعنی چوب نزدیم کسی رو، از سابقون خوب بهتره بشی، یا با تشویق حرف دیشب ما رو گوش نکردی، امشب باید بالاخره حساب پس بدی. ما دیشب از فائده این سبقت گرفتن، از فائده رشد مستمر صحبت کردیم، تشویقی تو قرآن برخورد کردیم، ولی آقا از نظر اجتماعی وقتی نگاه میکنیم یه ضرورت هایی هم وجود داره برای عضویت در از سابقون. از نظر فردی در قیاس با اصحاب یمین، بله، اصلا ما میخوایم همون جوری هم پیشنهاد بدیم، نمیخوایم پاش آتیش بگذاریم که آقا اگه ندویی. مثال بزنم، یه مثال برای خود من اتفاق افتاده. عملیات به طور مقدس، ما صبحی که وارد خرم شهر میخواستیم بشیم، خیلی شلوغ بلوغ بود و رزمنده ها میزدن و میرفتن جلو. بعد که مستقر شدیم، نمی‌دونستیم کجا باید مستقر بشیم، فرمانده‌های خودمون رو گم کرده بودیم. یه آقایی با بیسیم اومد گفت آقا برید عقب، شما اومدید تو دل دشمن. ما تا شروع کردیم آروم آروم بیایم عقب، تیراندازی دشمن از همه سوراخ سنبه‌هایی که تا اون زمان قایم شده بودن میرن، ما چه بلایی سرشون میاریم، شروع شد. آقا بچه‌ها می‌خواستن مقاومت کنن، این داد می‌زد فرمانده‌ای که برگردید، اینجا نمی‌شه مقاومت کرد. هیچی، ما هم بدو. آقا بنده در طول عمر خودم هیچ وقت اونقدر سری ندویده بودم، خیلی هم بد بود آدم اونجا تیر بخوره، آخه پشت به دشمن رو به میهن آدم تیر بخوره سر یه عقب نشینه علکی، همه بدشون میومد از اینجور کشته شدن. البته اونجا هم کسی چی میشد شهید بود، ولی بالاخره خوششون نمیومد، رو در رو خوشگلتره. اون سرعتی که من اونجا گرفتم، با اون سرعت آدم جزو از سابقون نیست. با اون سرعت یسار اون فل خیرات که تو قرآن میگن نیست، پشت جهنمه. یه سرعتی دیگه‌ای که هیچ وقت من تجربه نکردم، اون سرعت که پشتت هم بهشت باشه، کلی بهشتی باشن، همینجوری بدوی به بهشت برتر برسی. آقا آدم اینجوری کم پیدا میشه، قبوله؟ چونه نزن دیگه، قبول یا قبول نیست؟ آره قبول. آدم اینجوری کم پیدا. ما میخوایم دنبال شیخ باچرا همین گشت گرید شهر که از دیو عدد ملولم و انسانم آرزوست. اینجور آدم ها رو باید دید، اینجور آدم ها رو باید پسندید، اینجور آدم ها رو باید بویید، اینجور آدم ها رو باید بوسید، اینجور آدم ها رو باید خیلی سراغشون رفت. اگر شما یسار اون فل خیرات بشید، چون رشد مستمر اگه بخواید داشته باشی، یکی از صفاتی که پیدا میکنی سبقت، از بقیه سبقت میگیری. یکی از چه کلمات قشنگی رو خدا است، سبقت هم خود کلی کیف داره. ما جوان بودیم رانندگی میکردیم سبقت میگیم کیف میکردیم. سبقت یکی دیگرش سرعته. رشد مستمر رو بپذیری،
هم سرعت میگیری هم سبقت، از هر دو کلمه تو قرآن استفاده شده. بعد اینا چقدر عزیز دل خدا میشن، مثلا خدا که خودشو میکشه برای اینا، اونتا خب خدایش وقت کشته نمیشه. فستجب نالهو و وحب نالهو یحیی، ما یحیی رو به زکریا دادیم و اصلح نالهو زوجه، یه خانواده خوب بهش دادیم. چرا؟ چرا انقدر تو بهشون عنایت کردی؟ خانمش بچه دار نمیشد، بهش همه چی دادیم. انهم کان یسارعون فی الخیرات، اینا آخه خانواده ای هن که سرعت در خیرات دارن، منفعل نیستن، پیش اومد اقدام کنن، گناه نمی کنن ها، اونایی که منفعلن. یدعوننا رغبن و رهبن و کانوا لها خاشعین، که اوصاف دیگر اینجور سرعت گیرندگانه. سرعت گرفتن لازمه. من از نظر اجتماعی و یه برکاتی داره، مورد عنایت های ویژه خداوند متعال آدم قرار میگیره. سختی ها ممکنه باشه، آسونی ها، نعمت تو زندگی همه هست، اما عنایت های ویژه مال یسار اون فل خیراته. این هم تشویق دیگه، امشب دیگه خیلی کوتاه اومدیم دیگه، این تشویق. عنایت ویژه از خدا اگه میخوای، یسار اون فل خیرات باید داشته باشی. اما از عنایت های ویژه خداوند متعال به عنوان فائده بگذریم، از السابقون از سابقون اولئک المقربون به عنوان یک تشویق که بگذاریم که دیشب عرض شد، یه ضرورت هم وجود داره و اون ضرورت اینه: جامعه دینی، مؤمنان در یک جامعه دینی با همدیگه ظرفیت های مساوی ندارن. برای اینکه دین در یک جامعه رشد بکنه، توسعه پیدا بکنه، تحکیم پیدا بکنه، باید یه عدهشون باز بقیه بزنن جلو، یه عدهشون. شما میخوای برو، میخوای نرو، باشه، اشکال نداره، زور نمیگیم. آقا شما گفتی که این تعارفه، آقا خواستی برو، خواستی، من هنوزم دارم تعارف میکنم، نرو. تو جامعه چند میلیونی شما، باید حد 70 میلیونی، یه میلیون نفر باید حداقل بزنن جلو از بقیه، پیشتاز باشن، سبقت بگیرن، سرعت داشته باشن، رشد مستمر داشته باشن. حالا تو میخوای نباش، ولی یه ضرورت اجتماعیه. حضرت عیسی ابن مریم برگشت به حواریین فرمود من انصاری الالله، کی میاد من رو به سوی خدا کمک بکنه؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. اینجا دیگه نمیفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اون خطاب خطاب عمومیه، اینجا میفرماید بیاید خدا رو کمک کنید. کونو انصار الله، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. آقا شما الان شنیدید من چه آیه‌ای رو خوندم؟ سوره قل هو الله احد رو بخونید ببینم. قل هو الله احد، الله صمد، خدا بی نیازه. بعد الان داره بابا خدا خیلی کوتاه اومده، میگه میاد منو کمک کنید؟ آدم باید بپره هوا. اصلا چی از این بهتر شما میخواید؟ خدا خیلی تو قرآن متکبرانه صحبت میکنه، خیلی انذر تمام عملم تنذر هم لا یومنون، ایما اینا فایده نداره انذارشون بدی. یه جوری با پیغمبر صحبت میکنه، پیغمبر من اصلا نمیخواد بگی، اصلا بگو نگو مهم نیست، که آدم فکر میکنه که خدا پشیمون شد از ارسال پیغمبر. باش با خود پیغمبر به زل بنده خدا داره هرس میخوره، جوش میکنه. جوش نخور پیغمبر، هرس جوش نخور، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، جوش نخور. خدا اینجوریه ها. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبون. خدا خیلی متکبرانه تو قرآن صحبت میکنه، کاری نداره. بر دامنه کبریایش ننشیند گرد، گرد جمله کائنات کافر گردن. خدا اینجوریه تو قرآن. بحث تکبر خدا که اولین اثر روانی همه آیات قرآن است، یه بحث
با عظمت 6666 آیه از این حرف دفاع میکنن. ببینید یه جاهایی که خدا میاد کوتاه میاد باید آدم چجوری برخورد کنه. میفرماد ادعونی از سجب لکم، بخونید منو تا اجابت بکنم. این من میگم خدا کوتاه اومده. بلا فاصله تو خود آیه میفرماد الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. هر کی تکبر به ورزه این حرف منو گوش نکنه با خاری به جهنم میبرمش. من کوتاه اومدم میگم بگو من اجابت کنم، میگه حالا باشه بعدا. این بحثا رو ما خیلی وقت داری جایی مفصل گفتیم. خدا داره میگه من کی میاد منو کمک کنه بگیر آقا قصه رو. فرصت طلاییه. خدا اجازه نمیده کسی کمکش بکنه. اصلا میگه من کمک نمیخوام، برید همتون. خدا با پیغمبرش تو قرآن متکبرانه صحبت میکنه. بعضی ها خطابهای خدا رو به پیامبر اکرم فکر میکنن توبیخیه. من کنار خانه کعبه داشتم با یه عربی صحبت میکردم، بحث رسید به اسمت پیامبر اکرم، میگفت خب خدا چرا اینجوری صحبت کرده با پیغمبر خودش؟ ولا تکونن من الجاهلین، نادونی نکن پیغمبر. این معلوم میشه پیغمبر یه آدم عادیه. آیه های زیادی داریم تو قرآن که خدا از موضع بالا برخورد کرده، آی توبیخ کرده. گاهی توبیخ نه اینجوری مثلا بگه تو معصیت کردی ها. گفتم خدایا کمک کن من با این زبان عربی دست پا شکسته برای این جا بندازم. اینها معناش نیست که پیامبر شأنش پایینه. من شروع کردم میگم از نماز الله اکبر، خدا متکبره، خدا باید متکبر باشه، خدا جور پیغمبرش هم متکبره. اصلا اینجوری خدا پیغمبر سجده میکنه رضا خدا رو اینقدر بردم بالا تا پیغمبر در اوج اسمتش بمونه، بعد به خدا حق بده که خدا حق داره و پیغمبران خودش اینجور صحبت کنه. و این خدایی که سراسر کبریاییست، این خدایی که سراسر بینیازیست، این خدایی که سراسر جبروت است، با مهربونیش هم فرق نمی کنه. مهربونی هم میخواد بکنه با همون کبریایی مهربونی میکنه. بخشیدمت. یه قرآن به من بدی. خدا مهربونی هم که میخواد بکنه دست از تکبرش بر نمیداره. ببینم میکشه این آیه من کونو انصار الله ما رو یا نه. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم مثلا خدا ببینید محبتاشو چجوری متکبرانه میرسونه. من اینجوری میکنم قیافمو هم کمک بکنه بحث زودتر را بیفته. ما خیلی عجله داریم تو، ما علامت تکبر اینجوری میگیریم. خدا که حالا خیلی کل نداره که، ولی بگی مطلبو. میفرماد که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کافر شدن من اعمالشون رو تباه میکنم. خدا محکمتر بزن. همین بسته براشون، شروع نکن. من یه اینجوری کنم این نابود شده، همین اینجوری هم میکنم. بعد این ازل اعمالهم. حالا من خیلی جالبه برای شما بخونم تا وقت نیست. بعد ببینید اینجا اینجوری میفهمد، میفهمد ولدین قتلوا فی سبیل الله. با کافرها دیز جیرو برخورد کرد. والذین قتلوا، حاج آقا اینجوری نخون، والذین قتلوا رو بگو، والذین قتلوا فی سبیل الله. نه نه خدا صداش هم هنوز همین جوریه، والذین قتلوا فی سبیل الله. خب چی کار میکنی خدا؟ من نمیخوای اینا رو بگی، من خیلی تحویل میگیرم، مثلا چی قرم صدقه شون بری. میفرماد که فلن یزل اعمالهم، اینا رو اعمالشون رو نابود نمیکنه. تحویل گرفتی؟ خدایت کتابیه که بیشتر در میگه اینا مردن برای تو. نابود نمی کنم دیگه، خیلی مهمه این. بعد می فرمان خب دیگه چی کار میکنه؟ یک کمی هم بیشتر تشویق کن، ناز کن. خدا متکبرانه ناز میکنه. سیهدی هم هدایتشون میکنه و یصلح بالهم،
کارشون درست میکنن. مرده برا خدا. بعد میرن و یاد خلو همون جنه، من میبرمشون بهشت. یعنی خودش نمیره، من میبرم. چی 1666 آیه قرآن میشه خون که بفهمی خدا یعنی چی. فدات بشم ضرب شست خدا رو قبل از اینکه تو جهنم یا اذا بلغت الحلقوم بفهمی، بفهمی خدا کیه. قرآن بخون بفهمی، ادبت میکنه. یکی میگفتش که آقا بسم الله الرحمن الرحیم خدا چقدر مهربون شروع میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن، به نام خدای بخشنده مهربان. سر کلاس گفتم که خب من الان این کلمه که پای تخته می‌نویسم شما بگید چه احساسی پیدا می‌کنید. من مهربان ترین استاد هستم. همه گفتن آقا عجب متکبری. گفتم ببخشید این بسم الله الرحمن الرحیم و پیغمبر برای خدا گفته یا خود خدا خودش گفته؟ به نام من. گفتن بس بس فهمیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم هم توش تکبر خدا دیده میشه. اصلا تکبر که برای خدا بد نیست، جای بحثش الان نیست، ولی برای خیلی هم مشکل ایجاد میشه، مشکل ایجاد میکنه این بحث. نماز مدام الله اکبر الله اکبر. به من میگن تو چرا گیر دادی به کبریایی خدا؟ بابا من به خدا گیر ندادم. ای بابا یه دونه ذکر هست که رکن نمازه، اشتباهی هم فراموش کنی باطل نمازت. الله اکبر فراوانترین ذکر الله اکبر. کبریاییش باید برات جا بیفته. اگه جا افتاده باشه این کبریایی خداوند متعال، مهربونی هم میخواد بکنه که در خونه خودشو برای دعا میخواد باز کنه، ادعونی از استجب لکن با کبریایی. مگه من بهت نگفتم من دعا تو مستجاب میکنم؟ چرا دعا نکردی؟ میبرم جهنم با ذلت. دست بر نمیده، اصلا نباید دست برداره. یک کلمه عالم مسیحیت، فرهنگ معنوی موجود در جهان، خدای متواضع میپرستد نه خدای متکبر. ما یه جایی صحبت میکنیم از خدای متکبر، میگن حاج آقا اینا قابل پخش نیست. خب دیگه قابل پخش نیست دیگه، مشکل پخشه، مشکل من نیست. بهتر اینجوری بگم خدا انقدر کوچولو نازه، بچه بریم به خدا سر بزنیم دلش نشکنه. این خدا رو هم باش راحت رفیق میشه، بعدش هم نمیپرستنش. نمیشه اینو پرستید که، میشه گاهی باش حال کرد، صفا کرد، کوچولو چطوری، اینی که نمیشه پرستید. خیلی از حرفای قرآن و بعد از باور این روح حاکم بر آثار روانی قرآن باید فهمید. بعضی که فهمیدی داری کلام کیو میشنوی؟ تکبر خدا رو تو قرآن ببین. لالکل کلاب کتاب را لا رای و فیه هدن للمتقین. بابا اول تحویل بگی در باغ سبزی نشون بده، بعد بیام الان برخواستی بزنی موتور پیاده کنی، همون اول موتور تو پیاده میکنه. شاید تو آدمش نباشی اصلا این تو رو هدایت کنه. ببن برو. اینو باید باور کنی از قرآن. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، خودتو بکشی بیاد خدا رو کمک کنی. خدا تو کمک میخوای از ما دیگه؟ حالا لطف کرده دیگه، میگه یه سری کارها میخوام بدم تو انجام بدی. انگیزه ایجاد شد برای عضویت در این گروه دائما به سوی رشد حرکت کننده سارعون سابقون اینا. بازم البته هنوز حرف دیشب رو داریم میزنیم، هنوز بحث تشویقیه. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، به حواریین به دوستان خودش فرمود من انصاری الالله، کی میاد منو کمک بکنه به سوی خدا. که حالا یه نکته تو این اله هست که دلالت میکنه بر همین معنا که حضرت عیسی ابن مریم رفیق میخواست، فقط کمک کار نمیخواست، بیان با من همدل بشن و با من به من کمک کنن.
انصاری نصره متعدی نمیشه با حرف ج... با الا، مثل قبلی که انصار الله داره. حضرت مسیح ابن مریم صدا میزنه من انصاری الالله، وقت میگن که وقتی که متعدی شد با الا یعنی هم کمک کنه هم رفاقت کنه، هم دوستی، دوستی هم محبت هم توشه. شورتت الخمیس داریم، پنج نفر بودن نزدیکترین آدم ها به امیرالمومنین، بنابراین گوشن امیرالمومنین کمک کنن. آقا بهشون یه حرف زد، فرمود که تو اون بحث رفاقت، بحث الا که بغل نصرت خابیده تو انصاری الله، فرمود شما یه قراری هم با من میذارید؟ اینا گفتم باشه آقا جون. فرمود هیچ وقت با من مخالفت نکنید. من هرچی گفتم بگید باش. این همراهی با یک همدلی باید توأم باشه. ضرورت اجتماعیشو نرسیدیم بگیم، ضرورت اجتماعی این که آدم بیاد جزء از سابقون، از سابقون قرار بگیره، جزء سار اون قرار بگیره چیه؟ یه بار از مقام معظم رهبری پرسیده بودن که آقا، مثلا بگم کی، مثلا پرسیده بودن اوائل دوران ولایت ایشون بود، پرسیده بودن آقا بعد از انقلاب یادتون باشه یه کمی توی تلویزیون فتیله چیزو کشیدن پایین، فتیله معرفی ورزشکارا و اینا که تو ورزش مدال میارن و گلزنا و اینا، فیزیلش رو کشیدن پایین. بعد از آقا پرسیدن که ما اینا رو مطرح بکنیم یا نه، آقا فرموده بودن که بله مطرح کنید. گفتم بالاخره اینا ورزش، ورزش رو همه بشناسن، اینا کیه مگه؟ آقا فرمودن برای اینکه عموم مردم ورزش کنن، قله های ورزش رو باید به مردم چیکار کنید؟ نشون بدی. من ادامه میدم از همین فرمایش آقا میخوام استفاده کنم. برای اینکه عموم مردم نماز خون بشن، یک نماز خونای خوبی لازمه مردم نشون داده بشه، یک نماز خونایی که هیچ حرف ندارن خیلی خوبن. حالا نشون داده بشه، من به تلویزیون کاری ندارم، باید باشن تو مردم. وقتی که میگی مهربون به مردم، میگی مهربون باش، یه دونه ابو ترابی باید تو آستینت باشه. بعد بگی که آیه ابو ترابی از شکنجه گرای خودش عذر خواهی میکرد که من دیشب تو رو تا صبح بیدار نگه داشتم، تو منو زدی، خسته شدی، منو ببخش. تو مردم یه ذره مهربون باشن. برای اینکه مردم آمادگی دادن مال در راه خدا داشته باشن، چهار نفر باید داشته باشید جان بدن. شما فکر کنید مردم ایران ما، حالا خودمونیم دیگه، اینجا که جلسه رسمی است داریم گپ میزنیم دیگه، مردم ایران اینقدر ایثارگر بودن جنگ و دفاع مقدس رو درست بکنن؟ نه عزیز من، فدات بشم، این نه حساب شده است. یه نفر که شهید میشد، این شهیده روی همه رو کم میکرد، طرف اونم میشد طلاهای خودشو میداد. آها ما رومون کم شد. برای اینکه جامعه اصلاح بشه، شاید برای خودت ضرورت نداشته باشه به این معنا که جهنم پشت سرت نیست اگه نری جلو. بله اگه اون نری جلو میفتی تو بهشت، حالا فوقش شاید، ولی اگر شما نری جلو بقیه نمیان تو بهشت. بعد میدونید چی میشه؟ بعد دشمن میاد سر همه تونو میبره. وقت تو آدم خوبم، توی مردم داری سرت بریده میشه، هر میگه ای خدا، ای خدا من کمک کن، من که آدم چه خوبی بودم، خدا من به جهنم سرتو برید، چه بسا اجری هم بهت نده. ببینید خوددار داستانهاش دیگه مفصله. توی قومی آدم خوب هست، آدم بد هست، بعد خدا با بلای آدم بدا خوبا را مجازات میکنه. خوبا میگن ما چرا؟ طبق بحث ما خدا بهشون میگه برای اینکه شما اون اثر لازم رو تو جامعه نداشتید، اون سبقت لازم رو نگرفتید، اون سرعت لازم رو نگرفتید. رفیق اگه تو خیلی، اگه تو خوبی خوبتر نشی، بدا بد میمونن، بعد با بلای بدا تو نابود میشی. یک ضرورت شما اصلا این بحث بقای توه.
ممکن است در بنای جامعه اسلامی نیاز داشته باشیم به ید خلون فی دین الله افواجا، اما برای بقای جامعه اسلامی به ید خلون فی دین الله افواجا نیاز نداریم. به چی نیاز داریم؟ به 40 تا آدم درست. خیلی خیلی درست. امیرالمومنین وقتی دستاشو بستن رفتن بردن مسجد، برگشت فاطمه زهرا علی رو از مسجد نجات داد، صدا زد خدایا تو شاهد باش من اگه 40 تا آدم داشتم کار به اینجا نمیکشید، فاطمه منو بین در و دیوار نمیزدن. برای بقا این گروه بهتر ترا لازمن، برای بنا یدخلون فی دین الله افواجا، دوباره برای مقدمه بنا بازم از عدد اصحاب بدر 313 نفر لازمه. بعد بنا، جو، موج، بعد آدم خوب. آدم خوب ویژه میخوان. الان ما تو جمهوری اسلامی چی احتیاج داریم؟ آدم های خیلی 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 خوب. آدم خوب دیگه به درد لای جرز دیوار میخوره، بقا نمیده. مردم ما میدونی چقدر خوبن؟ آه خیلی خطرناکه. مردم ما خوبن؟ خیلی خطرناکه. چرا؟ خوب، خیلی خوب خوب ترا میخوان و الا آفاتی کمر جامعه دینی رو خواهد شکست. انشالله ببینیم شبهای بعد خدا توفیق میده اون آفات رو با هم صحبت بکنیم. یک امتحانای ویژه‌ای در راه فکریم راحت شدیم. اون غربال سنگین دم ظهور چی شد؟ بس ابعاد اجتماعی بخواد بحث پیدا بکنه، یک درس اخلاقی در میاد برای خواص جامعه که وحشتناک. یه چیزایی که گفت حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین، یه چیزایی بمان، از یه چیزایی باید نهی بشه، یه تقواهایی نیازه، سطح بالا. اوه. دیگه آدم با تقوا به درد نمیخوره، آدم خیلی با تقوا به درد میخوره برای بقا. به یکی از خوبان، آدم خوبی بود، گفتم خب آقا این حرکت یه نفری پیش من و ایشون لو رفته بود، گفتم خب این بی تقواییه که. یه خنده ای کرد، گفت بالاخره تقوا نسبیه دیگه، اصلا باب نشده اون کلمه ای که خداوند متعال فرمود چی؟ اتقوا الله حق تقاته. حق تقوای خدا رو پیش داشته باش. عموم مردم لازم نیست اینجوری باشن. عموم مردم اتق الله و این قله و اجعل بینک و بین الله سترن و این رقه. اگه کمم باشه، اینقدر امیرالمومنین تشویق میکنه بعضی وقتا یا روایاتمون که یه ذره تقوا داشته باش. خیلی خوبه یه ذره تقوا داشته باشین. بعد یه دفعه قرآن یقه یه عده رو میگیره، حق تو قاطب باید داشته باشی. بله، گرگ دنبالت نکرده که بری جز و از سابقون از سابقون قرار بگیری. آسوده باش، راحت باش، ولی جامعه دینی به یه عده پیش رو فکر نکنم. من بحث جدید دارم میکنم، 313 نفر آقای امام زمان دنبالشونه یعنی چی؟ یعنی همین آقای ابنالعظم بیا همه خوبن، آقا بیا، آقا بیا همه خوبن. همه خوب شکننده است. وقت من خیلی تموم شده، ولی رسیدیم به جای وحشت انگیزناک بحث. ببینم من با یه مثال میتونم سهمگین بودن نکته رو منتقل کنم یا نه. ماشاءالله هزار ماشاءالله معنویت جاری در جامعه ما مانند یک سقف گسترده و سنگین و توسعه یافته وجود داره. این سقف ستون نداشته باشه میخوابه رو زمین، و این خوبان ستونهای جامعه هن. حالا این خوبا باید چجوری باشن؟ ها،
اگه این خوبای فوق‌العاده خوب نباشن چه خواهد شد؟ نه خیلی قابل تحمل. جامعه به چی نیاز داره؟ جامعه به آدم‌های فوق‌العاده خوب نیاز داره، به نظریه، حالا به اسمشو بذاریم نظریه، به اون توصیه رشد مستمر نگاه بکنن، گازو بگیرن برن جلو. اینم ضرورتش. گرگ دنبالت کرده. بله گرگ دنبالت کرده. بدو حالا اگه میخوایی به درد امام زمانت بخوری. امیرالمؤمنین در فراغ مالک اشتر گریه میکرد، میگفت اینه مثل مالک، مثل مالک پیدا نمیشه، اینه مثل مالک، مثل مالک اشتر پیدا میشه؟ یعنی پیدا میشه؟ حسرتشو میخورد. امیرالمؤمنین اومد سر بدن عمار، راز و نیازی داره عجیبه، صدا زد، ای گریه میکرد، گریه میکرد، گریه میکرد. بعد یه شعری داره، من عربیشو یادم نیست، میفرماید که دنیا تو چرا انقدر با من دشمنی؟ تا میبینی به هر کی دل میبندم میگیریش از من، منو تنها میکنی؟ تو با چه درایتی دنبال منو افتادی ببینی من به کیا علاقه دارم اونا رو بگیری از من؟ تو چقدر اصرار داری منو تنها بگذاری؟ نمیدونم امشب تو کربلا میخوای در خونه کی برید، ولی ابا عبدالله الحسین این انصاری الله رو میدونی باهاشون چجوری برخورد میکرد؟ یه تشویق بکنم، هر کی جزء از سابقون از سابقون قرار بگیره اینقدر مورد علاقه امام زمان قرار میگیره، امام زمان براش گریه میکنه. اینجوری چی میخوای دیگه؟ حداقل آرزو کن. همون لحظه‌ای که آرزو میکنه قلبت یه نور ویژه‌ای پیدا میکنه، این نور به درد همه زندگیت میخوره. من راستی پدرها به شما بگم، تو این جور بحثا میشینید گاهی یه آرزو بکنید، به خدا این آرزوها اینقدر قشنگه بچه‌هاتون اینجوری میشن. یکی از بچه‌ها تو ثبت نام کردن یکی از اصحاب خاص حضرت ولی عصره. چرا؟ این باباش یه آرزو کرده بود. ای کاش. ببینید رفقا، من این نکته ظریف رو تو کربلا بهتون نشون بدم. من انصاری الله. کیا میان جلو؟ به حواریین میفرمود کی میاد جلوتر؟ حواریین اطرافیانش بودن. کی میاد با هم بریم؟ اینایی که با هم برم میدونی چه جایزه ای میگیرن؟ شما به من بگید لطیفترین، مظلومترین، نازترین، دوست داشتنی ترین شهید کربلا کیه؟ به من بگید جز علی اصغر ابا عبدالله الحسین. گفته می شود وقتی خدا رو قسم میدی به دم المظلوم، یعنی به خون علی اصغر. حسین بالای سر علی اصغر چی گفت؟ وقتی علی اصغر تو بغلش بود چی گفت؟ صدا زد هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله. خدایا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. گوش کردید چی شد؟ خدایا چون تو داری میبینی. میدونی امام حسین یه جای دیگه هم این حرفو زد. کجا؟ بالای سر حبیب ابن مظاهر که از یارانش بود، وقتی سر حبیب رو روزانو قرار داد گفت خدا چون تو داری میبینی من مرگ حبیب رو تحمل میکنم. اینقدر آدم عزیز میشه، اینقدر آدم عزیز میشه. به خدا حسین تنهاست، مهدی و فاطمه تنهاست، هر کی نزدیکش بشه اینقدر دوستش خواهد داشت. به هر حال مدعی را گو مزن بیهوده لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. بچه هاشو فرستاد برید یاری کنید بابا را. حسین یه دفعه بچه های خواهرش زینب رو دید، میخواد برگرده بگه زینبم، نه میبینه زینب نمیمده از خیف بیرون. یعنی حسین حرفشو نزنی یا
زینب برای تو داغ برادر بس، داغ عزیزانت بس، بذار این بچه‌ها کمکت بکنن، میخواد این چیزها رو بگه اما زینب نیست. داغ کودکانتو نذار اینجوری تو دلت. زینب تو کار داری حالا؟ نه اصلا حسین حرفشو نزن. بالاخره میخواستن عمو رو، میخواستن دایی نازنینشون رو راضی کنن، حسین و آقا و مولاشون رو راضی کنن. بچه ها مادرتون تنها، تا گفت مادرتون گفتن مادرمون زینب خودش فرموده بیاییم. اینقدر زینب محترمه، اینقدر عزیزه، هیچی نگفت حسین. باشه، ولی آتیش گرفت حسین، سوخت جگرش، آتیش گرفت. بدن بچه ها به شهادت رسیدن، بغل گرفت آورد به سمت خیمه، هی نگاه میکنه زینب بیاد، بیرون نیومد. یعنی حسین حرفشو نزنی، بچه های من شهید شدن، اصلا حرفشو نزن، قابل تو رو نداره. میخوام بگم یا ابا عبدالله، حالا کجا شو دیدی این زینب اینقدر به خاطر تو تازیانه بخوره، اینقدر زخم زبان دشمن تحمل بکنه؟ این زینب دختر فاطمه است که برای امام زمانش جان داد. الله لعنت الله.